میدونم این دادگاه مربوط به دهه 60 ولی وجدانم خودم رو به اصطلاح متعهد میدونم که من هم بندی اینا بودم، کسایی که اولین اعدام‌ها در کردستان اعدام‌های سرایی که خلخالی اعدام کرد، ناصر سلیمی، احسن ناهی، شهریار ناهی، جمیل یخچالی، من با اینا هم بندی بودم و روزی که اینا رو بردم برای اعدام به هر حال من اونجا بودم و تعدادی از اون بازماندگان زنده هستن. 28 مرداد سال 57 خمینی رهبر جمهوری اسلامی فرمان حمله به کردستان رو داد و خلخالی که مرده و من شاهد خصوصیش بودم و محاکمم کرده، در فرودگاه سنندج 11 نفر رو اعدام کرد که اگه نگاه بکنین یکی از اعدامی‌ها زخمیه، روی برانکارد اعدامش کرد. این جمهوری اسلام شد. و اینا یه لیست 58 نفر 60 نفر هستن، اسامیشون رو دارم میتونم براتون بخونم اگه دادگاه وقت داره، کمیسیون عقیقاتی ها وقت داره. در سقیز، بوکان، پاوه. میخوام اینو تصریح کنم، یه تعداد از کسایی که در پاوه اعدام شدن شاگرد دانش آموز راهنمایی و دبستان بودن و جلو مدرسه اعدام شدن، عکساشون هست، جلو دیوار مدرسه اعدام شدن، تو کوچه اعدام شدن. من سال 61 من به با جریان اتحاد مبارزان کمونیست و کمله، جریانی که به هر حال اون دوره بهش مارکسیسم انقلابی در ایران میگفتن، همکاری داشتم و ما ضربه خوردیم اون دوره، حدودا 300 نفر از رفقای ما رو اعدام کردن و من در دوره‌ای که برمیگشتم به کردستان که یه سری کارا رو برارت خفت کنم شناسایی شدم توسطی که از هواداران کمالی و در رابطه با جزئیات اطلاعات محدودی از من داشت، به هر حال دستگیر شدم، 5 سال بهم زندان دادن، حدود 6 سال زندان بودم. تو دوره ای که ادامه بدم یا شما سوالی دارید؟ معلومه در زندان کسی رو نوازش نمی کنن، خب همه رو شکنجه می کنن دیگه، بس ببین که چی ازتون میخوان و کسیتون چی باتون رفتار میکنن. من مثل بقیه زندانی هم بلد مقصدم شکنجه شدم، هم در زیر بازجویی هم در طول دوره زندان. در ایران چیزی وجود نداره به اسم دادگاه، باید گفت بیدادگاه، درست داره، به خاطر اینکه وقتی شما آزادی سیاسی ندارین دادگاه، اپیل، نمیدونم فرجام، اینا معنی نداره. شما باید حقوق سیاسی داشته باشین که بتونین ازش دفاع بکنین، بعد در متن حقوق سیاسی میتونین بگین مثلا فلان حقوقم رعایت نشده، وکیل نداشتم، فلان نشدم، غیره. اصلا من دادگاهی نشدم، تو دادگاهم کتکم زدن، تو اون چیزی که اسمش دادگاه بود به اصطلاح، نه فقط من، خیلی ها رو، خیلی از دوستامو تو دادگاه قبل شلاق زدم، شکنجه کردم اونجا، بعد رفتم محاکمش کردم و 2 دقیقه به من فقط فوش و بد و بیرا گفتن و بعد گفتم برو بیرون. یه چیزی رو خوند اصلا نذاشتن یک کلمه حرف بزنم، قبول میکنی نمیکنی، بودی نبودی، وضع اینطوری بود. Yes, I have. Could you talk to us about that 5-minute trial? And I guess during the 5 minutes, or you were in that court more than 5 minutes if you were beaten in the court itself. But or tell us about
that period of time, when you came into what some call a court, and when you left. How much time did it last? When they beat you, and in that time, there were 5 minutes. You say, I quote it in your testimony. It took all of 5 minutes, and the judge ordered me out of the room, and then I was given a 5-year sentence and served 6 years. If you could, I think that would be very useful for us to know exactly what happened during the time you were in that courtroom. اتفاق خاصی نیفتاد. من فکر می‌کنم ساعت قبل از نهار بود، 11 بود. 7-8 نفر از دوستام بودن، همبندی بودن، ما رو صدا کردن، رفتیم صف کردیم توی سالن نشستیم. دونه دونه صدامون زدن. یه حاج آقای نشسته بود اونجا، یکی از این آخوندها، اسمش هم یادم نیست. و دو تا پاسدار از این گاردیستاشون، و بعد یه کاغذی رو خوندن، چیزایی که نوشته بودن و یه مقدار همونطور که گفتم چطور گذشت و شاید 3 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه نشد به بیرون من داخته. اصلا نپرسید که نظری چیه، دفاعی داری، چون من قبول نکرده بودم اصلا سیاسی هم کاری نکرده بودم. اتفاقی که منو دستگیر کرده بودن یه چیز فوق‌العاده کوچیک بود. من گفتم اصلا اشتباه بوده، سوء تفاهم بوده، ولی به هر حال فقط در مورد من نبود، در مورد خیلی بدتر بود. در مورد خیلی قبل از دادگاه 100 ضربه بهشون شلاق زدن و بعد بردنشون تو اون به اصطلاح دادگاه. یعنی دوستامون رو من میدیدم اینطور بود. اتفاق خاصی نیفتاد. به معنی حقوقی قضیه اتفاقی نیفتاد، اگه سوالتون اینه. But just to be very clear, you said you were beaten in the court. When did that happen? Before the sentence or after? Did they use beating as a way for you to admit your guilt? خیر، فقط در ورود به دادگاه، در ورود به اتاقی که اسمش به اصطلاح دادگاه بود، همونجا به اصطلاح قبل از اینکه من بشینم زدن و با من تازه بهتر برخورد کردن، مشتلگت زدن. میگم قبلا خیلی‌ها رو قبل شلاق می‌زدن و بعد می‌ذاشتن رو صندلی که فرخاستشون می‌گفتن. که فرخاست که نه، چیزی که سر هم کردن به عنوان پرونده سازی شدش گفت بهتره. In the court, it was in the corridors. چرا؟ Yeah. نه خیر، در خود دادگاه بود. هم در دادگاه بود، همونجا بود، همونجا ماموری تعزیر داشتن. خود آخونده به زبان اسلامی بهش میگن تعزیر، شکنجه است. همون آخونده خودش میتونست صادره بکنه و اگه خوشش نمیاد از قیافه کسی یا یکم تند حرف میزد بهش میگه چند تا اینو بزنین روش کم بشه. 20 تا 30 تا 50 تا بیشتر کم. And that was your case, your specific case. The judge witnessed your beating. Bale, bale. Thank you. I think it's very important to your testimony and the fact that the so-called judges. When the hearing of this so-called this alleged court is aware of what happened to you or what will happen to you afterwards, did they even order the flogging? بله، بله، من گفتم که خود اونا دستور میدادن، کسی دیگه دستور نه. ببین در اسلام حاکم شهر، کسی که اسمشو گذاشتن حاکم شهر، یکی از دهات میاد میفرستن چه جایی بهش میگن حوزه علمیه، حوزه جهالته، و اونجا یه چیزایی رو میخونه، بعد این مقام رو پیدا میکنه، مثل یه تیمسار ارتش، مثل یه آدمیرال که چطور میتونه با یکی دیگه دستور بده. اونجا دستور میده میگم مثلا این کارو بکنین، در صورتی که یه آدم معمولی به اصطلاح اتوریته رو نداره، و در نتیجه همه احکام شلاق و شکنجه رو اونا صادر میکنن، اعدام، همه چیز. Maybe just sorry. Where? Oh, sorry.
think there's a mistake in what we have in English in front of us with the date. Because it says you witnessed your ward mates being executed on the 28th of August 1979. I think maybe it should be in 1989. شاید منظورتون در فرودگاه سنندج هستش قسمت اول که من عکس رو نشونتون دادم و من اشاره کردم که مقدماتی دوست دارم اینو بگم چون مدیونم به کسایی که باشون همبندی بودم امروز نیستم و کسی ازشون حرف نزده خواستم راجبشون حرف زده باشم برای یه دقیقه وقتم بگیرم Maybe one other clarification. In your written statement, you say you were working for the Middle East organization. And later you talk about IRI opponents. I don't know that organization, IRI. Could you... Okay, and so that the organization you were part of was QA organization. جمهوری اسلامی منو در ارتباط با کومله گرفت منتها من ارتباطات بیشتری داشتم من دوست دارم اینجا از یه سری از رفقای نازنینم حرف بزنم لیست اینا 80 نفره 70 تا 80 نفره که در تهران اینا اعدام شدن از آدمای کلیدی و کادر سطح بالای اتحاد مبارزان کمونیست بودن عباس انتظام حجت مسعود نیازمند مهدی میر شاهزاده میکایگر جهان چیت دوستان میدونن محمد چیت ممتاز اسمش بود جواد قائدی، صادق قائدی، منیر هاشمی، بهنام رضایی جهرومی که دیروز یکی از دوستان راجبش حرف زد از مسئولین کمیته تهران بود احمد حسینی ارانی، علی رضوی، مجتمع احمدزاده، محمد یزدانی این کسایی یعنی بخشیشون که از زمان شاه فعال سیاسی بودن و مسئولین بنیانگذاران سازمان سیاسی مهم ایران بودن و گرفتنشون وزیر شکنجه کشتنشون فقط اینا نیستن 300 نفرن من میتونم لیستشون رو به هر حال داشته باشم در از بچهای کومله هم در تهران هم در سنندج جاهای مختلف جایی که من اون دوره کوتاهی زندان بودم در دو نوبت 37 نفر رو اعدام کردن من متاسفانه اسامی یادم نیست و به اصطلاح توی وقتم که راجع به این مسائل حرف میزنم روحی خوبی ندارم حافظه بیشتر از دست میدم ولی کسایی که دوستای شخصیم بودن مثل نعمت نودینی آنمزد و قطبی و خیلی های دیگه اسامیشون هست و کاکروف که خیلی معروف بود که راننده کامیون بود و خیلی های دیگه بودن من این لیست رو میتونم به هر حال بهتون بدم مجموعاً تو اون سالها از زمستان 60 تا سال 62 حدود 300 نفر رو اعدام کردن از کسایی که با هم همکاری میکردن من میتونم لیستشون رو کامل اگه لازم باشه دور بعد همشون رو بهتون بدم متاسفانه خیلی هاشون گمنام مردن خیلی هاشون محاکمه نشدن خیلی هاشون دستگیر شدن از خونه اومدن بیرون بعد یه مدت کوتاهی شکنجه اعدامشون کردن یکی از کسایی که دیروز خانم رویا فکر کنم دستش از زیر خاک تو خاوران در اومده بود این به نام روز جهرومی ایشونه بله ایسا If it is not so possible for you to provide the commission with a list if you have a list of the names of the perpetrators of these things that would be quite useful if it's possible for you. The list of the names of the perpetrators of the these tribunals or these torturers, if you know names, if you can provide the commission with the names, that would be quite useful. Hereafter are the names of the people who did these acts. For obvious reasons, it would be very useful if you can get at least some of these names of the persons involved in the act. All right, any other comments?
اجازه بدید من یه نکته در مورد این اشاره بکنم. من حتما لیست تهیه میکنم خدمتتون میدم و به دوستان تریبونال میدم، به سازماندهان این مراسم مهم. فقط میخوام اشاره بکنم فقط در زیر بازجویی نبود و در دوره دستگیری و بعد شکنجه و حکم به اصطلاح دادگاه نبود که یه تعداد اعدام کردن، یه تعداد تو زندان اعدام کردن، آدمایی که حکم داشتن. به عنوان مثالی که دوست عزیز من اسمش جمیل شریعتی، خیلی از کسایی که اینجا هستن در زندان قزل حصار بند یک واحدی یک بودن میشناسنش، نماد مقاومت در زندان بود. حاجی داوود رحمانی با یه قفل دو کیلویی زد اینجاش، سرطان گرفت و تو اوین با آمپول کشتنش. یکیش بهنام حسینیه که یکی از هواداران بازم اتحاد مبارزان کمونیست بود، جمیل هوادار کمونیست بود. نادر حسینی یک سال بهش زندان داده بودن. یه بابای دیدش از کسایی که توبه کرده بود اونجا یه چیزایی راجبش گفت، بردن اوین اعدامش کردن. برادرش که کوچیکتر بود علیرضا دیوانه شد تو زندان، بالانس روحیش از دست داد و هیچ وقت خوب نشد، در واقع اونم کشن. خیلی ها بودن در به اصطلاح زیر، نمیدونم به گوش شما خورده زیر هشت چیه، در اصطلاح فارسی در زندان یه جایی در بندا در واحدا یه جایی هست بهش میگن زیر هشت، این اسمی از قدیم مونده، جایی که مسئولین زندان و غیر جمع میشن اونجا و به هر حال زندانی ها رو میارن کتک میزنن شکنجه میدن. و اونجا خیلی وقتا هر شب مثلا در زندان قزل حصار یا اوین هر شب ما با این مسئله مواجه بودیم. بیشتر در قزل حصار زیر بند یه بند 800 نفره بود، اون ته زیر 8 بود و همش میلی بود و بنابراین تا صبح وقتی آدم‌ها رو شکنجه میکردن شما میشنیدی داد بیداد صدا، نمیدونم فریاد، نمیدونم وادارش بکنه که خوش بشکنه و آدم احساس میکرد وقتی خودش اونجاست خیلی راحت تره تا وقتی اینکه رفیقاشو شکنجه میکنن. و تو اون دوره خیلی از بین رفتن، خیلی ناقص شدن، خیلی چشمشون از دست رفت. من خودم کمرم اونجا شکوندن، قرنیه چشم پاره کردن، فکرم رو شکوندن و خیلی آدم های دیگه به اصطلاح هر بار که میرفتن اونجا میومدن این چیزشون نابود میشد. و خود اونا میگفتن زندان جمهوری اسلامی یه ترکیبی از سیاه موساد و آخرین متدهای شکنجه و به اصطلاح نابود کردن انسان ها بود و این همیشه کار میکرد. و بالاخره یه دوره آدم ها رو فرستادن اونجا توی تابوت، بهش میگفتن قیامت. قیامت در زبان اسلامی یعنی اون وقتی که آدم میمیره با یه نمیدونم که قرار تماس بگیره و جایی میذاشتنت یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، هفت ماه. هر روز صبح صدای به اصطلاح دلخراش قرآن نمیدونم غیره و رفیق بغل دستی رو دارن میزنن از پنج صبح تا هفت عصر در یه حالت بسیار چیز و این شکنجه ها رو طولانی مدت میدادن که بالاخره یکی قبول بکنه که من به دین مبین اسلام رو آوردم. دین اسلام اصلا از اول با شمشیر اومده، هر شاید همه مذاهب با زور اومده، کسی نرفته خودش چیزی رو انتخاب کنه. تو زندان جمهوری اسلامی هم نماد این بود که آدم ها رو به زور چیز کنن. و من میخوام بگم راستش برای من شکنجه زیاد مهم نیست، همه شکنجه شدن، همه کمیابی شکنجه شدن. جنگ بود، یک جنگی بر سر این بود که ما یا شما. اونا یه انقلاب رو به خون کشیده بودن، میخواستن ما اسرای اون انقلاب بودیم، کمونیستا، مارکسیستا، سوسیالیستا، آزادی خواهان، مجاهدین خلق، هر کسی که مخالف اینا بود و بنابراین اینو میخواستن با اسراشون یک کاری بکنن که به قول معروف آدم ها رو از انقلاب کردن و تغییر پشیمون بکنن و به همه روشی دست دادن و هر کاری که شما فکرش هم نمیتونین بکنین دست دادن. ولی من میتونم الان به جمهوری اسلامی و همه شون بگم شکست خورده. تلفات دادیم ما 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر، ولی در مقیاس اون چند هزار نفری که مونده بودن ما پیروز شدیم. ما بالاخره مستقل از تلفات و مستقل از اعدامی اونا نتونستن ما فائق بیان و نتونستن. اونا قصدشون این بود آرمان خواهی رو در زندان دفن کنن، میخواستن زندانا رو خاوران کنن، میخواستن برابری طلبی رو، حرف کارگر رو برای آزادی جامعه، برای آزادی دنیا میخواستن تو زندان ها دفن کنن، نتونستن. و من میخوام به مادرها، به خانواده ها، به کسایی که نمیدونن قبر بچه هاشون کجاست، غم بزرگی رو دلشونه، حفرهای سیاهی تو قلبشون مونده و نمیدونن هیچ وقت پر نمیشه، بگم که نگران نباشین. بالاخره ما یه جنبش سیاسی بودیم، در یه جنگی بودیم، طرف اونم دشمن بوده، بورژوازی میشناسیم، هر کسی دیگه بیا همین کارا رو میکنه
با کسی که میخواد این جامعه رو تغییر بده و بنابراین اینا ستاره های به قول معروف این جنبشن، ولی باعث شدن با مقاومتشون، با تلاششون، با نگفتنشون که این جنبش زنده باشه، تلاش برای آزادی زنده باشه و این مهمه. منتها اینجا ما میخواییم حقیقت روشن بشه و همه باید بدونن ما نمیخواییم در ایران فردا اعدام باشه، ما انتقام نمیخواییم بگیریم ولی نمیبخشیم. باید حقیقت روشن بشه، باید روشن بشه اینا چیکار کردن با مردم ایران و این تریبونال و تریبونال های مشابه و دادگاهی که فردا در ایران منتخب مردم عادلانه علنی در جلو چشم دوربین های جهان برای سران جمهوری اسلامی شکل خواهد گرفت، میخواد این حقیقت رو روشن بکنه، جامعه ای برای همیشه عبور بکنه از اعدام، از انتقام، از به اصطلاح آدم کشی. هدف اینه و منم به خاطر همین اینجا حضور پیدا کردم راجع به تعداد رفیقام حرف بزنم و بگم که ما برای انتقام نیومدیم، ما اومدیم که تموم کنیم مسئله رو، این پرونده سیاه و این تاریخ سیاه رو ببندیم.